درود و روزتان شاد گفتگوی زنده سرنوشت را با من رشاد زریر از نور بیننده استید روند روزافزون ناامنی و جنگ در افغانستان از عملیات خالد حکومت تا عملیات منصوری طالبان از دو هفته به این سو عملیات مشترک زیر نام خالد توسط نیروهای امنیتی با سایبانی ناتو در سراسر کشور راه اندازی شده که وزارت دفاع آن را تهاجمی و کامیاب میخوانند و در پاسخ به این اما طالبان عملیات را زیر نام منصوری راه اندازی کردند در حالی که گزارش های های امنیتی غیر از آمار کشته شده های مخالفان مسلح چیزی از تصرف و پاکسازی ساحه در خود ندارند عملیات منصوری طالبان اما هرچند کوچک اما دست آوردهای داشتند طالبان در دو روز, دو روز پیش دو روز پیش در چارچوب عملیات منصوری ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان را تصرف کردند و در طی این دو روز چندین بار بالای ولسوالی استراتژیک اشکاشم حمله کردند و هرچند نیروهای امنیتی ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب را دوباره از طالبان پس گرفتند اما نبرد میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی های بدخشان همچنان ادامه دارد پس آیا دولت پیشرو است یا طالبان در میدان نبرد؟ با این محفریت بحث را آغاز میکنم با حضور آقایان عبدالشکور سالنگی آگاه مسائل جهانی و همچنان احمد زکی فعال مدنی و آگاه سیاسی خیلی خوش آمده آقای زکی چرا در نزدیک یا کم و بیش دو هفته عملیات خالد هیچ دستاوردی نمی داشته باشه اما عملیات منصوری در دو روز می چندین دستاورد داشته باشه به محترم تلویزیون جهانی نور آه ببینین آه از یک طرف با تاسف که از دید نیروهای امنیتی ما جنگ فرسایشی شده این نقطه پایان با جنگ دیده نمیشه جنگ فرسایشی یکی از عوامل کسالت و خستگی تا بیمورالی در نسبت به نیروهای امنیتی یاملش هست فرسایشی بودن جنگ و این نقطه مهم بارز است یعنی های جنگ و یا کسایی که در جنگ مهارت کافی دارند به خصوص جنگ های چریکی جنگ فرسایشی می تا آرایش و نظم قطعات ارتشی را اینا به خستگی مواجه بسازند ولی در افغانستان با تاسف که از بیشتر از یک دهه حال ما شاهد هستیم که جنگ ادامه داره و نقطه پایانم به این جنگ دیده نمیشه یک عامل است که مورال آنچنانی که نزد نیروهای امنیتی وجود داشته باشه ای به با تدریج با تاسف کاهش پیدا میکنه موضوع دومش هم شدت گرفتن شیوه های جنگ استخباراتی است که ما شاهدش هستیم هفته قبل در قول اردوی شاین که بدون از یکی نیروهای ما در خط اول در برابر دشمن تلفات بتن در قطعات خودشان از نیروهای امنیتی قربانی گرفت تعداد بسیار زیادی شاید اگر اونا می جنگیدن در خطوط جنگ چندین برابر خود طالبار از بین می بردن و چندین ما می جنگیدن ای هم یکی از عوامل دیگه است که تکتیک تغییر تکتیک جنگی از طرف دشمن که بالاخره ای ارتباط میگیره بیشتر بر رقابت کشورهای منطقه و فرامنطقه که اونا امو یکی دیگر در ایت جایا عدف قرار میتن و هوشدارم میتن موضوع دیگیش هم ببینین مثلا ازب اسلامی یک متیار در برابری حکومت 15 سال جنگید ولی امروز آمد تنها آمده 25 26 هزار ارتش نیروی جنگی از کجا است اسلحه و سلاح و مهماتی که در برابر دولت می جنگید کجا است این خودش به نحو بالای مورال ارتش و نیروی امنیتی اثر منفی میگذاره یعنی دوست دشمن انتظار داشتند که اینا باید اینا اینا بیاین 20 چند هزار مسلح در کنار نیروی امنیتی قرار بگیره تا به نیروی امنیتی مورال بده ولی برعکس آمدن کسی که دیروز دشمن بود خیلی براحتی با دو تبدیل شده و آل آمده حتی فرمانم فرامینم صادر میکنه یعنی این بالای می مورال... پیدا بکنه که اگر طالبان مثلا صلح بکنه چون خواهد بدون شک طالب ایره که امروز نیروهای امنیتی در برابرش می جنگه شاید دست رهبریش فردا بیایه و بدون از ای که روند محکمه و رسیدگی به قضایا و مسائل طی شوه بیاید در کنار او نظام در قرار بگیره و یکی جنگ ادامه اما جنگ ادامه پیدا این نبود نامدن نا نیروهای امنیت نیروهای جنگی حکمتیار با اصلهشان در کنار نیروهای امنیتی کشور در دفاع از سرزمین در دفاع از قانون اساسی به نحو مورال ایجاد نکرده درست سه, عامل شما بحث کردید شاید زیاد باشه اما فساد. ما میخوایم کمک که درنگ بکنیم روی هر یک از عامل عامل اولی را شما فرمودید که فرسایشی شدن جنگ این خودش چی علل داشته میتونه دا از سطوح رهبری نیروهای امنیتی ساختار امنیتی و بالاخره استراتژی و راهبرد جنگی واقعا بعد دیگرگون بدون شک یک طرفی از این برمیگرده به نیروهای امنیتی ما و نیروهای امنیتی ما که تنها می جنگن وظیفه از اونا جنگیدن است ولی تدوین استراتژی و برنامه و پلان برمی گرده به رهبران این نهادها ها تا و شورای امنیت ملی سرقماندان علا اینجا هم عوامل وجود داره بدون شک که از طرف حکومت از آدرسی حکومت نبود یک راهبرد مشخص و یک راهبرد موثر در رابطه به سرکوب مخالفین مسلح و نبود مدیران قوی و کارا و کارکشته که بتانن این راه برد تطبیق بکنند این از آدرس حکومت است و از آدرس مخالفین مسلح اونا ولی پرسش شما حالا این جنگ که فرسایشی شده دو طرفه چونین روی کردی را داره یا یک طرفه بدون شک طرف, چونین نیست؟ طرف حکومت که این دو تا از معلفه های ناکامی و شکست شما از او یادآوری کردیم ولی طرف مقابل شما ببینین که اگر اگر درست هم نباشه ولی ما فکر نمی کنیم را منتفی نمی دانیم که امروز کشورهای قدرتمند دنیا ادعا میکنن که طالبار روس ها و ایرانی ها در فلان فلان نقاط افغانستان مسلم می سازند یعنی اگر ای از نظر نظامی هم امکاری نکنن تنها در بود سیاسی هم در کنار طالبا روسیه استاد می شه سبب بلند رفتن مورال جنگی طالبا می شه یعنی یک پشتیوانه سیاسی بر حد روسیه که ای روسیه در رقابت های منطقی در سوریه غرب و زانو در آورده حتما می که غرب در در شرق هم دیگم به زانو در بیاره آه آه یک پلی ساختید بالاخره بیم به با عامل دومی که بحث کردید بحث این رقابت های منطقه‌ای که بالاخره با نمونش را با حمله به پایگاه 209 شاهین را زدید این هم میتونه های بدی در میدان نبرد ببینین ماشد. ما شاهد از این هستیم که امریکایی ها تبلیغات کردن که بزرگترین بم دنیا را مادر بم ها را اینا بالای موازه دشمن آیا این دشمن واقعا دایش بود این دشمن اونجا طالبا بودن تبلیغات ای 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 یعنی امین بم خودش تبلیغات بود. خود, یک تبلیغات بود. خود یک تبلیغات بود یعنی قدرت و توانمندی خود نشان دادن که ما میتونیم ببینین در انجام خزیست... دادن و انجام دادن. دادن. ببین در قضیه افغانستان هر اه, گروه جنگجویی که امروز در برابر حکومت می جنگه حتما وابسته به یک کشور قدرتمند بیرون از افغانستان هست یعنی یک روز جنگ شاید به میلیون ها دلار مصرف داشته باشه این نیروهایی که یا یک قسمتش خارجی است یا داخلی بومی هستند این مصارف از کجا می کنند این رقابت ها هم در میان کشورها با استفاده ابزاری از این نیروها صورت می و اینها امی آمال یک دیگر آماج قرار میتن بزرگترین بم بالای مخالفین مسلح ریخته شد و در چند روز نگذشت که ما شاهد یک حمله دراماتیک و خیلی پیچیده استخباراتی در قول اردو شاهین بودیم یعنی نمیتونیم بگیم اینا با هم ربط نداره اگر کم یک مقدار مسائل پشت پرده بیشتر به بحث گرفته شوه که او را استاد عدمن روش بحث میکنه این مسائل یکی به دیگه داره برا برمیگردم از اینجا با شما جناب سالنگی سه بحث را با شما میخوام از آغاز بکنم که با بدخشان با یک موقعت جیوپالیتیک هست اما ولسوالی هایی همچون زیبا و اشکاشم با ویجه اشکاشم که اول اشکاشم با کشورهای پاکستان و تاجیکستان مرز مستقیم داره و یک ولسوالی سوالی واخان در میان با چین هم هم مرز هست فکر می‌کنید که این منطقه استراتژیک اشکاشم وقت سوژه دشمن قرار میگیره ریشه در چی می داشته باشه واقعا اون هم که با آسیای میانه هم مرز است بسم الله الرحمن الرحیم سلام احترام خدمت شما جناب زکی صاحب بینندگان محترم تلویزیون نور نسبت هایی که جنگ افغانستان میتونه داشته باشه یک بخش بزرگ از آقای زکی شکافتن خب این نسبت ها، نسبت های داخلی هست نسبت های بیرونی هست و مباعث دیگری که البته ما یک چیز اینجا ارز کنم خدمتان که وقتی که ما می میگیم که یک حمله بسیار پیچیده استخباراتی شاید چین مسئله خیلی به صورت واقعی وجود نداشته باشه یعنی متافیزیک گرایی در این مسائل و نامتعارف جلوه دادن از اینا ای ای بناهوی یک مسئله رو میرسانه که ما توانایی کنترل از اینا رو نداریم یک گریزگاه هم میتونه برای تو برای خود دولت باشه برای حکومت باشه که خب چون این مسئله خیلی پیچیده بود از توان ما بیرون است پس ما نمیتونیم جلب چین یعنی خواندنش فراتبیی به نظر من استخباراتی هست قطعا استخباراتی هست عملات از این دست عوامل استخباراتی عوامل به اصطلاح نظامی مجموعی از عوامل باعث میشه امکانات تدارکاتی که چین حمله صورت بگیره اما اگر ما این واقعا حمله را روایتی از حمله داشته باشیم خیلی ساده است چند تا موتر رنجر آمد یک دو نفر مثلا گویا زخمی بوده و زیر سیرم بوده و داخل شده و بالاخره از پوستی اول گذاشته و در پوستی اول درگیری صورت گرفته و بعد ماجمان داخل شده یک روایت ساده داره یعنی ما اگر روایت ساده بسازیم بهتر میتونیم درک بکنیم که واقعا عمله از کجا به اصطلاح منشأ گرفته اما این ساده سازی و... رو را بحث میکنه این که پشت صحنه و درون مایش را بخوای بس بکنی باز ببینید ما میتونیم از به اون برسیم نه که او را مطرح بسازیم این فراموش شود صحبت های آقای زکی کاملا به جای از ولی اون چی که رسانه شده خیلی متافیزیک گرایی این مسئله بقیده ما ما را به بیراه میبره برای درک واقعی و ملموس و با اصطلاح عملیاتی شدن این چیزها این یک توضیح بود عرض کردم و این در مسئله به اصطلاح بدخشان هم ثق میکنه آه. یعنی اگر طالبان میان مثلا در بدخشان ولسوالی هایی را که این ولسوالی ها از لحاظ استراتژیکی در یک موقعیت هستند که مثلا وصل میکنن آسیای جنوبی را با آسیای شمالی بله از ناحیه افغانستان خب خیلی جای مهمی است اما به نسبت های مثلا ما بررسی بکنیم که واقعا نسبت ازی چه هست اگر این منطقه ما هست با چه نسبت های مثلا این منطقه مورد حجوم مثلا مخالفین قرار میگیره؟ خب در وحله اول آن چرا که در اذهان متبادر میشه است که کشورهای بیرونی مثلا در اینجا دست دارن به نظر من این باز, باز میره با اون میتافیزی گرایی در این مسئله گرایی که میگم یک معنای عرفی مازی از در نظر دارم نه مثلا اون چیزی که در فلسفه وجود داره وقتی که ما میگیم که خب حتما در در بدخشان و در اشکاشم و در زیباک طالبا آمده اصلا دست ها از آن آمریکا و مثلا روسیه و چین است ای بگونه می رسانه که ما دیگه توانایی نداریم بالاخره ای بلایی است در یک حالت جبر, جبر که بالای ما می اختیارش هم در جای دیگه است یک بحث است اما اگر به مثلا نسبت آدیتری به مساله و داخلی بسنجیم به نظر ما ناامنی در بدخشان یک پروژه بوده که بدخشان کلا ناامن جلا داده شود نه اینکه واقعا طالب برای منطقه تسلط داشته باشد که از این منطقه بخواد مثلا او اهداف استراتژیکی یا جیو استراتژیکی کلان تطبیق بکنه جنگ با... در کل افغانستان پروژه نیست و فقط در بدخشان پروژه بوده ببینید وقتی که پروژه میگیم پروژه در درون پروژه است جنگ افغانستان البته باز پروژه میگیم به نظر ما بناهوی ما از اصل بس تقریبا دور میشیم بحث افغان... جنگ افغانستان ما عرض کردم خدمتتون چند تا نسبت داره نسبتایش جناب زکی به وضوح گفتن مثلا اه... یکی از نسبتای خیلی قوی جنگ افغانستان بحث داخلی هست وقتی که طالبو ببینید ما یک مثال خدمتتون عرض بکنیم بس روشن بشه امروزه طالب هسته مرکزی نداره واقعا ما به عنوان یک شهروند افغانستان و کسی که اه... رسانه ها را میبینه و چیزای در رسانه ها میگه بالاخره قضاوت را دنبال میکنه یک سازماندهی مرکزی که این هم مثلا طالب پراکنده را بخواهیم مدیریت بکنن که هم بتونن در غرماچ عملیات انجام بتن هم بتونن در بدخشان عملیات انجام بتن هم بتونن در علمان عملیات انجام بتن هم بتونن مثلا در جای دیگه عملیات انجام بتن واقعا چنین هسته مرکزی وقتی که ما به دنبالش هستیم وجود نداره پس یک مثلا می رسه که طالب فراتر از آنچه که طالب گفته میشه وجود داره اگر در بحث یعنی که این انشابی که در درون طالبا وجود داره و چند گروه هستند کلی ازی بعد یک هسته مرکزی فراتر هم داشته باشه دقیقا یک هسته مرکزی که نداشته باشه نمیتونه چنین سازماندهی رخ بده حتی حمله که در قلوردو انجام شده این یک رابطه بسیار مستقیم بانچی داره که فعلا در بدخشان میگذره در اصل کمی روشن شده ما بیت پروژه در, در درون پروژه مثلا جنگ بدخشان در کل شمال و بدخشان شمال افغانستان بعد از سال 2001 تقریبا تا بعد از 2010 در یک ثبات نسبی بسر می برد طالب ناامنی چیزی در اونجا وجود نداشت ما خودم هر ساله مثلا می رفتیم قندوز در اونجا یک زیارت بود خیرات می و امروزه تا تصور را, را کنه نمی تونم در اون زیارتگاه برم اونجا همگی در اختیار طالب است پس یک پروژه بودم می که ای پروژه البته ما بررسی اما... نسبت های این پروژه اما... میتونیم به اهداف کم, کمی روشنتر بحث بکنیم این پروژه را کسانی که تطبیق کردن با توجه به اتهاماتی که به رئیس جمهوری پیشین وارد هست میتونیم بگیم که در درون حکومت و نظام از گذشته بودن کسانی که پروژه ناامنی شمال را تطبیق کردن البته من نمیتونم نام بگیریم که کیها بودن و اینا چه موقفهایی داشتن اما حداقل بحث انتقال ناامنی در شمال افغانستان به نظر من خیلی آبشخور و منابع بیرونی نداره ما باید بر منابع ازیرا آبشخورای ازیرا سازمان دهندگان ازیرا باید در داخل افغانستان جستجو بکنیم یعنی در پروژه در داخل پروژه میگیم شاید اینا اصلا در بدنی نظام نبوده باشن در گذشته و در حال نبوده باشن یاد آدما اما بالاخره کسانی هستند که آزادانه در کابل و در جای دیگه میگردند و این رهبری میکنن به اصطلاح آنچه را که در شمال اتفاق میفته اما هر از بای... را از کجا پیدا میکنه اینا حتما حامیانشون باز هم در بیرون هست بس امکانات خیلی یک بس ساده و جالب است در مورد جنگ امروزی افغانستان من یک مثال خدمتتان عرض بکنم و بحث چریکی بودن جنگ ما عقیده با چریکی بودن جنگ افغانستان فعلا ندارم جنگ افغانستان در گذشته مثلا جنگ مجاهدین علیه اتحاد شوروی و حکومت داخلی در کابل یک جنگ چریکی بود یعنی بزن بگریز بود مجاهدین می آمدن یک عمله انجام میدن پس فرار میکردن در لانه های خودشان و در مخفیگاه خودشان اما امروزه طالب که عملا ولسوالی ها را ولایت ها را مراکز ولسوالی ها را در اختیار داره پس کجای ما میتونیم جنگ چی دیگه یک جنگ رو در رو وجود داره اما با سر امکانات است امکاناتی که طالب امروزه در اختیار داره این امکانات از داخل افغانستان تامین میشد این امکانات از بیرون نمی چیز جدیدی از بیرون نمی آید برعکس در زمان جهاد افغانستان امکانات از بیرون می آید مثلا امریکایی ها سلاح روسی را می رفتن از آفریقا و آسیای جنوبی می خریدن می آوردند از طریق پاکستان در اختیار مثلا مجاهدین قرار می دادند از خود مثلا دولت نجیب و, و دولت این بحث جناب که طالبای امکاناتی مثل طالبای نیه که در کل گروه های مخالف مثلا امکاناتی مثل با ماشین بایومتریک و اینها و حتی سلاح های پیشرفته تر از نیروهای امنیتی دوربرد برد و شبین و اینها دارن اینها را واقعا که نیروهای امنیتی کم بود دارن با این همه از اینه که از خارج می آید وارسا و بروکسل و بلاخره کشورها که کمکای نظام می اینا اختیار ندارن و اونا دا اختیار دارن؟ ما از مقایسه ای را که در اینجا انجام میتونم بین جنگ طالب و جنگ مجاهدین به معنای به اصطلاح یکسان بودن چین چیزی نیست میخوایم مثلا واضح شود قضیه که بالاخره امکانات جنگی مخالفین و دولت از کجا تامین میشه و از چه راه های میایه ابهامات در این زمینه وجود داره که طالبان واقعا سیستم های که پیشرفته دارن حتی دیتابیس وزارت داخل و وزارت دفاع را در اختیار خود دارن خب اگر ما بیایم بگیم که ماشین بیومکتری که طالب مثلا بر طالب روسا داده فرض کنید یا ایرانیا داده یا پاکستان داده دیتابیس وزارت داخله را که ده اختیارش داده ایران روسا و ایرانیا داده خب ببینید وقتی میگیم امکانات از داخل تامین میشه این به این معنا نیست که ما مثلا پالوهای بیرونی امکانات را نادیده میگیریم پس این تدبیر برون... کننده های پروژه بلاخر در نظام نقش برون... داره این تدبیر کننده های پروژه در داخل هستند و اینا به عنوان گردانندگان و مدیران ای جنگ عمل میکنن یک نسبت دیگرم خدمت عرض بکنم که بخشی از جنگی که وجود داره این بخشی از جنگ خواسته مدیران به اصطلاح در وزارت دفاع یا در وزارت داخله یا در ریاست امنیت ملی خواسته بخشی از مدیران هم میتونه باشه ما این را به خاطر خدمت عرض میکنم که وقتی ما می مثلا بررسی میکنیم گزارش سیگار و آنچه که در بیرون اتفاق میفته از فروش تسلیحات از فروش امکانات و یک برنامه دیگه بود خدمت شما اینجا حضور داشتیم یکی از وکلا گفت که یک کسی آمد گفت که قماندان کندک سلا رو به طالبان میفروغ ما رفتم به قماندان لوا شکایت کنم قماندان لوا هم یک دیدیم که کفش در ریگش هست یک بخش از این جنگ شده یک به بازار گرم کاسیبی بر اقتدادی سلا بفروش سلا بگیر زمین بفروش زمین بگیر مثلا صاحب کشت مواد مخدر مهیا بکو مثلا از پروژه ها و پول بگی برای ازی که ما امنیت شما را تامین میکنیم یک بازار است اگر... خلاص یک بازار است که این بازار نامشه ما فساد موندیم این فساد هم دولت افغانستان متوجهش است هر از گاهی از مقامات عالی خب. رده دولت ما میشنویم که فساد وجود داره سیگار که ناظر مستقیم بر عملیات و مصرف در افغانستان است خب هر روز میگه به اصطلاح دانش موس است کرد که فساد در اینجا وجود داره سربازان خیالی در اینجا وجود داره بالاخره پول ما حیف و میشه امکانات ما برای طلب داده میشه تا یک مقاله چند روز پیش شده بود در یک از روزنامه‌های آمریکایی که گفت که همچنان دولت آمریکا بر سربازان پول میپردازه یک بخش یک نسبت جنگ ای میتونه باشه یک نسبت جنگ میتونه عوامل بیرونی استخباراتی مثلا ما وقتی که در ابتدا او مسئله خدمت را کردم که جنگ جنگ بدخشان نمیتونه خیلی نسبت کلان بیرونی داشته باشه به با دلیل است که طالبان امروزه تصور میشه که به دامن روسیه سقوط کرده خب روسیه دیوانه است که طالب بیاره در نزدیکی مرزهای خودش با با او اهمیت جابجا جا بسازه بله. پس می رسانه که نسبت های داخلی را ما در اینجا باید جستجو بکنیم به علاوه از اینکه نسبت های بیرونی هم در این مسئله دخ... دخالت دارن خیلی سپاس جناب زکی سی بحث پیشتر پیش با شما ادامه می تام آمدید سر عوامل که پیش از اینکه به فساد برسید من می خوام جنبنده بکنید بحث یکی از عوامل تضعیف روحیه و مورال نیروهای امنیتی را که چگونگی پیوستن مثلا آقای حکمتیار یا هر گروه مخالف مسئله که حالا در میدان نبرد گویا دستاوردهای داشته و او دستاوردها ملزوم یک سری الزامات هست که مثلا باید امکانات هم باشه در ضمن امکانات باید سربازای بشماری هم این اعمال انجام داده باشه هم آقای حکمتیار گفتید تنها آمد این چی اثرات دیگه داشت شما ببینین یک سرباز و یک افسر و یک قماندان کندک خو میگذاریم به جایش وقتی که آقای اکمتیار که دیروز دشمن بود در برابر نظام می جنگید ولی امروز آمد وارد افغانستان شد بلند ترین مقامات حکومت رفتن حتی تا حد دستبوسی به اکمتیار سر خم کردن آیا سرباز یا او قماندان کندک و یا او قماندان لوا از این ترس و وهم و اراسی نداره که امروز در ولایت هلمند یا بدخشان یا هر ولایت دیگه افراد مسلح مربوط به یک رهبر و یا فرمانده مشهور از مخالفین مسلح را آماج قرار بته و فردا او داخل نظام شو و از این انتقام بگیره و یا ایر از سمتش دور کنه و یا حذف فیزیکیش بکنه شما میبینید چرا این همه وکیل و وزیر و این همه آدم های بسیار سرسطوه بالا پیش اکمتیار میرن چرا؟ اکمتیار که آل آمده اکمتیار تعیین سرنوشت میکنه اکمتیار فرمان صادر میکنه اکمتیار یک بخش مهم از این نظام است فعلا حتی صدا کرد سر رئیس جمهور رئیس اجرایی که یکیتان بد کنار برد باید دهی حد با این حد مورال داره و جرات داره پس با این حد مورال یک دشمن وارد نظام میشه او چطور رئیس جمهور رئیس اجرایی رو بار خطا ساخته که کدام ما میریم کدام ما باید بریم از وقتی که گپ زد رئیس اجرایی هر روز پیش استاد سیاف و چند نفر دیگه ملاقات شروع شده این قماندان کندک کنه قماندان کندک چه بکنه اینی یکی از مسائل است که ما ای را درستی روش انوان سر اوامل بعدی که شما اشاره فساد موضوع بعدی فساد خو مشخص است بازار خواندنش خوب بازار خوب بازار به مو تعریف اینا کردن بازار گرم است که هر کسی در برابر از بین بردنی بازار بیسته مافیای درون و امنیتی او را سرش تنش جدا میکنه ای 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 مسئله ای هم با مورال سرباز در دا داخل ضعیف میسازه هر کسی که سلا را بفروشه پوستر را بفروشه مهمات را بفروشه و هر کسی که بجای جای گوشت لوبیا را بیاره نخود بیاره او سرباز صدای خودنم. اما عقده میگیره گیره کی نمیگیره؟ ولی موضوع دیگه بیشتر کافیت بعد به سر موضوع دیگه همین بحث سال به مطرح کرد اینکه امکانات مخالفان مسلحه از درون نظام فراهم میشه حالا یک چند نمونه مثل ماشین بای موتری که حالا اگر فرض بکنیم گفته اینو از بیرون باشه ولی بقیه از درون فراهم میشه پس یک نمونه را میتونیم پیوند بهش بتیم که اینکه والی برحال دولتی ولایت کندس اکرامی نیروهای امنیتی را آمد صرف طالبا کرد که خیلی بحث برانگیز شد یعنی اینا میتونه مستاقی باشه که واقعا از درون نظام به جای ای که به سرباز امکاناتش برسه او برمیگرده و میچرخ برمی می مال دشمن افغانستان میشه با انواع مختلف و طریقه های مختلف آنچه که شما گفته یک مثال برجسته هست ای را که علنی میتن بله. ایرا که حتی حتی بعدا هم فشارهایی که بالای والی صاحب آمد گفت که در تفاهم با رئیس جمهوری کار صورت گرفته یعنی این ای, ای علنی بوده ولی در سقوط دوره قبلی قندوز یک و, شست و چند ماشین جنگی نیروهای امنیتی و دست طالبا افتا ای در اثر غفلت در اثر بیپروایی بی ناتوانی کدام ستون ستونی که ستون به نام ستون پنج اونجا نقش بازی میکنه و او از حاکر و سربازای ما که واقعا سلا به دستش است در پوسته خود و او به خاطر تامین امنیت نشسته و هم غافلگیر میشه این ای یک مسئله و ای که مافیای دی درون سلا را مفروشن سلای روسی را مفروشن به جای سلای پاکستانی را اگر جناب زکی اگر ای را ما امی فرض بکنیم یک نردبان است به طور امودی پله ها اگر از سرباز بالاخره فرمانده و تا لوی درستیز و وزیر دفاع و بالاخره رئیس جمهور این پله ها را باید دو تا چوبی دیگه باشه که با هم پیوست به و اینا با هم پیوند دارن این ستون پنجم چطور از میان پله ها نمیتونه نمی برجسته باشه شناسایی شوه یا بالاخره تا رئیس جمهور و وزیر دفاع هم شامل این دسته هستن؟ ببینین یک مشکل دیگه هم هست که ستون پنجم و موجودیت فساد در داخل نیروهای امنیتی و دفاع چیزی است که امروز بیشترین مردم افغانستان به با این باور هستند که این پدیده ها وجود داره اما به دلیل چرا حکومت قادر مهاری از این پدیده ها نیست او موضوع بعدی را ما می به نام مشکلات مشکل عمده ای که در رأس تمام مشکلات قرار داره اختلافات اختلافات سیاسی درون حکومتی زمامدارا را ما حتی تا سرحد زندانی ساختن معاون اول رئیس جمهور که مطابق به قانون بیشترینه کارهای نظامی را باید انجام بده وقتی که یک چونین درگیری و تقابل و تزاد و هم واگرایی در بین ازیا وجود داشته باشه اینجا فرصت برای مفسد هم بیشتر میشه برای او کسی که او ستون پنجم است از یک طرف در کنار رهبراز و از بیرون و دکته میشه و هدایت میگیره ای را ای توانمندی و ظرفیت نابود ساختن یا حسفی از او بنا به این دلیل وجود ندارد عوامل دیگر اگر بر مرید پس از فساد فکر میکنید اختلاف سیاسی است یا چی عوامل دیگه میتونه اختلافات سیاسی اختلافات سیاسی ببینین هیچ انکار نمیتانیم که در حقیقت ساختارهای نظام امنیتی و دفاعی قومی است ایره ما ایران انکار بکنیم که با تاسف یک چونین حالت هست وضعیت هست وقتی که رئیس جمهور ناراضی است وقتی که رئیس جمهور ناراضی است تمام قوم پشتون ما در داخل نهادهای امنیتی و دفاعی بیمیل هستند وقتی که دکتر عبدالله ناراضی است تاجیکا بمیل است وقتی که آقای دوستم زندانی است برادرای ازبک ما به این شکل اختلافات سیاسی در داخل نظام در میان رهبرا حتی تا پایین ترین سطح هم اثر منفی روانی خود به جا مگذاره ای را انکار کنیم هر کس اگر نماینده خود در رده بلند در یک جایگاه برجسته و قابل ملاحظه ببینه دست کار میشه و اگر نبینه خو منافع ملی وجود نداره منافع ملی وحدت ملی منافع امگانی کشور این چیزها در حد شوار است فعلا در حقیقت یک چنین چیزایی وجود نداره و ای آل سرباز میره میفهمه مامورم میفهمه مدیرم و رئیسم که اینا برای که کار میکنن اینا برای کسایی کار میکنن که یا رهبر قومی است و یا توسط امور رهبر گماشته شدن به می وظیفه درست میخوام روشنتر صحبت بکنید قومی اگر از ساختارهای حکومت در کل به ساختارهای نظامی و نهادهای نظامی افغانستان کثیر قومی است و اقوام زیاد در افغانستان است قومی بودن یعنی که تقسیم است بالای اقوام یا که چند قوم از اقوام یا یک قوم از اقوام بیشتر با گستردگی و پهنه بیشتر مسلط هست بدون شک که ای است که اقوام مختلف در افغانستان زندگی میکنند بدون شک افغانستان متشکل از اقوام مختلف است ولی قومی بودن که ما بحث میکنیم کنیم طوری آمده که پشتون اول است تاجک دوم است هزاره سیوم از ازبک چهارم است و دیگه اقوام خورتر از این اصلا فراموش شده هدف ما از ساختار قومی درجه بندی قومی است نه نه موجودیت اقوام در درون نظام نظام‌های های امنیتی خب چرا و... چونی بوده به نظر تان بیت علت یزیره بسیار کوتاه بس بکنید که چرا کی گفته بر مبنای چه ملاکی باید پشتون اول باشه تاجیک دوم باشه و با هزاره سیوم آیا نفوس آیا به ارزی که اونا بهش مسلط هستن چی ببینین با تاسف که معیار وجود ندارد تفاهمات سیاسی ای مربوط میشه به رهبرای سیاسی اقوام کدام قوم که رهبرش بیشتر کار میکنه بر مبنای منافع قومش او بیشتر امتیاز میگیره او رهبرای قومی که بر مبنای منافع خود کار میکنن باز اینا همو منافع قومم هم به خود میگیرن در اینجا بدون شک ای که برادرای پشتون ما در رده بالا قرار گرفتن اونا بیشتر به مو قوم خود بیشتر میاندیشن تا اینا درست از هر که به قوم خود بیاندیشه و باز بتانن این اقوام با هم یک جای بکنن تا ملت جور شود تشکر جناب سالنگی ای بحث هم دوست دارم با شما بحث بکنم اما پیش از اون میخوام یک مکسی بکنید روی یک اشاره که در بحث اول با شما وجود داشتیم که واقعا طالبایی که یک هسته متمرکز ندارن و یک نشانی مشخص و روشن یا محور اصلی ندارن من نمیشه شناسایش کرد حالا طالبا این وقتها به ویژه در یک دو سال اخیر واقعا کیست حامی اصلی طالبا اینکه روسیه تایید کرد که با طالبان تماس داریم و یک سال اخیر که کلن بحث طالبان این بوده که طالبان در دامن روسیه افتادن و حتی آمریکایی‌ها هم نگرانی کردن کسی مثل آقای کرزی از سیاستمداران افغانستان امروز میگه که ما اسناد و مدارک داریم که آمریکایی ها با طالبا رابطه منظم و تماس های مستقیم دارند دیدارهای بین آمریکایی ها و طالبا در پاکستان در قطر و حتی در ممالک خودشان صورت گرفته حالا واقعا مردم افغانستان چه فکر کنند که طالبا این شب و روز فرمان کی رو البته طالب ما که مسته مرکزی نداره به این معنا نیست که این هسته مرکزی ن... وجود نداره بلکه هسته مرکزی مخفی داره درست ما نمیدانیم بدبختی دیست که این هسته مرکزی مخفی ازی باعث میشه که ما اصلا درک درستی از طالب نداشته باشیم ما از کدام خدمتون پیشتر که یک نسبتش در داخل افغانستان باید جستجو شود یعنی او کسی که هسته مرکزی رو میچرخونه یعنی استرا او جاذبه ای که مرکزی محول مبر میچرخه باید یک بخش ما در داخل جستجو بکنیم یک بخش ازی در بیرون قابل ردابی و جستجو است به نظر ما یک تبانی هم در داخل و بیرون وجود داره همتون مستقلانه اینو عمل نمیکنن چرا وقتی که رفتار طالب به این گونه مثلا بالا دست گناه هست و مثلا میبینیم در جای مختلف اینا همزمان فعالیت میکنن عملیات میکنن و عملیاتشون هم موفق از و شما پیشتر رسم این عملیات منصوری بله خب بالاخره یک توانی بین این هسته بیرونی و هسته داخلی وجود داره که چنین موفقیت آمیز بودن طالبان مثلا نشان میده اما بس اینکه که واقعا امریکا یا در اختیار امریکا در اختیار روسیه در اختیار کی است به نظر من رابطه داشتن طالبا با امریکا با روسیه با چین با ایران این مسائل مط... نامتعارف نیست خب طالب هم تو آسمان در آسمان خو نیست یک چیزی در خلا خو نیست بالاخره در, در, در یک کانتکسی است که فعالیت میکنه و یک سری وسلا رابطی داره که این روابط ازی یا برای ازیست که امتیاز بگیره از او طرف یا برای ازیست که مثلا طرف دیگر به اصطلاح قانی بسازه که میدانه از, از طالب استفاده بکنه وقتی که طالب این همه مثلا موفق, موفق عمل میکنه این در گروه این رابطه گسترده ای است که این هسته های داخلی طالب حالا در بیرون از مثلا همسو با نظام همسو با نظام که همسو با دولت مثلا مثل که ما و شما هستیم فعلا نشدیم همسو با نظام هستیم دیگه یا که بیرون از نظام هستن به عنوان مخالف جنگ میکنن و اونایی که در مثلا خارج از افغانستان قرار دارن عرض ما است که طالبان آمریکایی از تک تک طالبا خبر داره که کجا هستن کیا هستن ما یک روز در یک از برنامه شما گفتم که تو ها اندازم که تو ها اندازی رو طالبا که چقدر است به این نسبت روزها ها چنین مثلا سال آشنایی با طالبا دارن رابطه دارن به این نسبت ایرانی ها دارن خب وقتی که این کشورها دستگاه بسیار قوی استخباراتی دارن و هم و ای دستگاه استخباراتی شان هم پول انگفت مصرف میکنن خب برای چی کار انجام میتن خب طبیعی است که وقت ما, ما نباید این مثلا اصلا این سوال مطرح بسازیم چون یک سوال پاسخ یافته است پاسخ است که بگیم ولاد آمریکا با طالبان رابطه داره واه یک چیز عجیب غلیبی بشنویم خب بحث مثلا خیلی س... نامتعارفی نیست روشن است اما آنچه که مبهم است و اون که واقعا باید بالاش بحث صورت بگیره و کشف شود که اوست ای طالب وقتی که میاد در افغانستان عمل میکنه او کسایی که به عنوان گردانندگان از اینا هستن اونها چی نیاتی دارن نیات از در درک نیات از اونها مهم است حالا در روسیه هستند در چین هستند در امریکا در هر جایی که الگوی رفتاری اونا را ما باید پیدا بکنیم که برسیم به این ای مسئله که واقعا فعالیتی را که طالب میکنه با اشاره روس به خاطر چی چیزی است به خاطر تامین تامین کردن چه مقصدی است که روس در افغانستان تقاضا میکنه و اگر طالب در اختیار پاکستان هست و در این جمعیت مثلا فعالیت میکنه چه نیتی را از از پاکستان با خود حمل میکنه این طالب در اینجا به این مسئله به نظر ما کمتر پرداخته شده که باید اصلا به با این مسئله پرداخته شود این برمیگرده به یک که ما دولت افغانستان باید بیاید با این کشورها یا به صورت استخباراتی رابطه برقرار بکنه یا به صورت سیاسی رابطه برقرار بکنه توانایی به اصطلاح مقابله را که نداره این خب یک چیز کاملا واضح است که دولت افغانستان توانایی مقابله با این کشورها را نداره مثلا مثال خدمتتون بگم وقتی که ایران می مثلا در سوریه فعالیت انجام میته خب عربستان بل مقابل ایران میسته علیه ایران یک فعالیت را انجام میده چون توانایی داره یا مثال مثال مثلا فرض کنیم بین روسیه و آمریکا باشه یا بین چین حتی مثلا کره شمالی مثال دورتر بگویم وقتی که آمریکا ناو جنگی خود به نزدیکای کره شمالی میفرستن مقامات کره شمالی اعلان میکنه که ما حاضر هستیم در یک ضربه ناو آمریکایی را به قره دریا بفرستیم خب یعنی مقابله است ما چنین توانایی را نداریم مثلا وقتی که روسیه یعنی ثابت شده که ثابت هم است که روسیه با طالبا ارتباط داره ما ابزارهایی را نداریم که واقعا روسیه را تحت فشار قرار دیم که از ای و اصطلاح حمایتش از طالبا دست بکشه پس تنها چیزی که برای ما میمونه است که اول باید ما کشف بکنیم که واقعا چه نیتمندی پشت رفتار روسیه وجود داره برای که طالبا را حمایت میکنه پشت رفتار ایران وجود داره پشت رفتار پاکستان چین و یا امریکا تا حداقل در مقابل از ما با آن با امکانات که در اختیار داریم مقابله بکنیم بخش داخلش بگیم... داخلیش در دید شما برجسته تر است و اگر ما اول اینکه کی بخواهد تا کشف بکنه نیت حامیان دشمنان افغانستان را دومی که اگر ما بخواهیم آیا توانمندتر است اونایی که در درون نظام بستر فراهم میکنن برای مخالفان مسلح از اونها توانمندتر هستیم تا ما گامی به پیش بگذاریم برای کشف این ابهامات خب متاسفانه جواب منفی است مایوس کننده از زمانی که ما در, در مسائل ملموس مثلا جنگ رو در رو از طالب شکست میخوریم خب چی توقع بگیریم در جنگ نرم ما بتونیم مثلا کشف بکنیم اولا در داخل عوامل طالبه ما دوست ندارم از استالای ستون پنجم استفاده کنیم چون خیلی کلیشه ای است اما حداقل این عواملی که واقعا طالب میچرخونه یعنی او دستی که این طالبه مانند آسیاب میچرخونه و چرخاندن این طالب هم خیلی سمربخش بخش است همه ما را آرد کرده او دست کشف کردنش خیلی مشکل است چون اطلاعات و همینطور مراجع در اختیار از اوناست اما یعنی آدمای بی مسلمان مثل من و شما و آقای زکی صرفا میتونیم فقط راه نشان بتیم بر او کسی که وجود نداره واقعا یعنی که بخواد مثلا چین چیزی را کشف بکنه در دولت افغانستان شاید عواملی وجود داشته باشه کسانی باشن حتی مثلا رئیس جمهور چنین نیتی را داشته باشه آقای مثلا رئیس اجرایی آقای عبدالله داشته باشه اما توانایی ایرک که واقعا بتونه چین کاری انجام بده این توانایی خیلی مهم است چون های از اینا هم تولید بسته است از طرف در داخلی دستا بسته است و از طرف هم در بیرون به اصطلاح فشارهای بیرونی مثلا روس چین پاکستان، ایران و آمریکا به گونه فشار آورده که از توانایی از یا خارج است که واقعا بتونن او عامل کش بکنن و حدی بگن که چینی مسئله درست یک درنگ خیلی کوتاه هم بر بحثی که آقای زکی در پایان مطرح کردن شما هم داشته باشید که این ردبنده های قومی در ساختارهای در کل حکومتی، در کل دولتی و بعد نهادهای امنیتی من واقعا کجای کار قرار میتونه Uh, البته یک بحث خیلی کلان است و من اگر بتونم به صورت خلاصه خدمت شما را بکنم که برسانه به سلام و مطلب و حقش ادا بکنه ما با اینکه که در افغانستان ساختارها طبقاتی باشن به صورت تصمیم قدرت میگم به دیده مثلا نیکی می نگرم ما در, جامعه مونه افغانستان که چند قومی هست و روند ملت شدن در این جامعه شکست خورده البته حتی بعض رواندهایی که آغاز شد در نطفه خونسا مثلا امان الله خان چین کاری انجام داد که شکست خورد در جریان شاهی مثلا به بنبست مواجه شد و نظام هایی که مثلا کمونیستی بود اینا همگی به نوعی باعث شد که ما ملت نشیم بالاخره آنچه که فعلا وجود داره است که ما ملت نشدیم اما چی چیزی میتونه حداقل ما را از این تشدد و پراکندگی و چند دستگی و هر کس طرف خود کش کردن نجات بده این که ما بیایم قدرت را در افغانستان تقسیم بکنیم الگوهای از این دست در کشورهای دیگه مشاهده میشه موفق تر هم مثلا در لبنان الگو برجسته تر است که فعلا موفق عمل کرده ما بیایم واقعا ای البته چند تا لازمه داره البته یک لازمه داره لازمه اساسی چیزی که باید جمعیت افغانستان درست و آنچه که هست مشخص شود پشتون ها چند, چند نفر هستند تاجگاه چند نفر هستند ها و ازاره ها و دیگرها بر اساس این ترکیب جمعیتی سهمبندی در قدرت شود امروزه شکایتی که وجود داره شاید شما هم در جریان باشید است که در, در جذب کارمندان دولتی امروزه یک تناسب به صلاح خیلی به اصطلاح ناموزینی وجود داره 90 درصد جذب در ادارات گفته میشه که از قوم پشتون صورت میگیره و این اقوام دیگر ناراضی ساخته اینا رو به اصطلاح معترض ساخته خب چرا نمیم تقسیم نکنیم واقعا مثلا پشتون ها تا این حد در این سطوب هم باشن تاجیک خیلی منفگرایی دی... میشه اما ما نمونه های زیادی داریم که اصلا قرار نیست حالا یک تاجیک یک ازاره یا یک پشتون دوست داشته باشه که خودش را و آمار نفوسی که داره را روشن بکنه تا یکی کی در چه جای چه تعداد نفر داره تا قدرت بهش برسه خب مشکل همیست که ما عملا ج... سایه درسی از جمعیت نداریم و ای که احسای درست از جمعیت ارائه نمیشه که یکی از او کارهایی که سایه درست از جمعیت ارائه میکنه توضیح تسکیر الکترونیک بود بر ازیست که جمعیت مشخص نشه چون یک کسی آمده ششتا سعی کرده گفته که خب پشتونا 50 درصد تاجیک ها مثلا 70 درصد از ها 12 درصد بدون از اینکه واقعا برای شمار بکنه و بر اساس ای درصدی کاذب آمده مثلا قدرت سنبندی شده یک توضیح دیگه هم خدمتتون عرض بکنم در بن این ساختار امروزی که ما مشاهده میکنیم یعنی تقسیم بندی قدرت بر اساس سهم اقوام این در بن پایگذاری شد اما بدبختانه که در قانون مسجل نشد قانون ما یک قانون کاملا دموکراتیک است که حتی یک نفر مثلا که دو, دو نفرم در افغانستان جمعیت داشته شده میتونه در جمهوری خود کاندید بسازه اما عرف بگونه است که باید تقسیم بر اساس جمعیت صورت بگیره یا عرف ما گونه بسازیم که امکان نداره اما اون چیزی که میتونیم گونه بسازیم تغییر بدیم قانون است که در اختیار ماست پس ما باید قانون رو بیم تعدیل بکنیم قانون در راستای تقسیم بندی عادلانه قدرت هر قوم بر اساس ترکیب جمعیتیش با اصطلاح توضیح بکنیم اما لازمه ایش که باید جمعیت اولا مشخص شود که این نیت وجود نداره چون برای که اگر جمعیت مشخص شوه این ترکیب برهم میخوره خیلی سپاس آقای زکی به پایان برنامه نزدیک هستیم بالاخره از این منجلاب و بحران کثیر الالتی امنیتی افغانستان که شما چندین علت را شاید از هزاران علت مورد بحث قرار دادید راه برون رفت از این منجلاب چیست؟ ببینین افغانستان فعلا وضعیتش حالتش از سال پار متفاوت تر است دامنه رقابت های کشورهای منطقه و جهان گسترده تر شده و پای افغانستان در این رقابت ها گیر مانده خیلی آسان هم نیست که ما بتانیم فعلا از این وضعیت خود بکشیم اگر از رقابت ها خود بیرون بکنیم بدون از ای که متوجه ساختار داخلی شویم و ساختار داخلی هم کار ساده نیست رئیس جمهوری که آماده نیست که شناسنامه برقی را توضیح بکنه چطور تو میتونه نیت و اراده زیر داشته باشه که ما اول بتانیم ملتسازی و دولت سازی و کشورسازی کنیم با با ظرفیت خود متکی بسازیم به خود و از بیگانه ها خود دور بسازیم از وابستگی خود دور بسازیم در درونم این مشکل وجود داره با تاسف که همپذیری نیست هم دیگر پذیری نیست تحمل نیست هیچ میاری وجود نداره هیچ اصلا محکی وجود نداره به شکل و حال اگر ما بتانیم که از اگر بخوایم خود از رقابت ها دور بسازیم یعنی ما شاهد فروپاشی نظام خواد بودیم هر جایی که آمریکا پا مگذاره اگر ما پا نگذاریم دیگر این یک ساختار پروژه‌ای هم که وجود داره این هم از بین خواهد رفت در سی ثانیه اگر جمع بنان بنان ما, ما باز هم باز هم یعنی بیرون رفت از این وضعیت بیرون رفت از این وضعیت روی کرد بدون قربانی نیست بدون بدون سختی و مشقت نیست ولی باز هم کار را باید از داخل آغاز کنیم کار را باید از خود وطن خود آغاز کنیم اول باید عوامل داخلی جنگ و نامنی و تشتت و پراگندگی را که ای برای بزرگای ما که اونا خیلی بزرگ هستند اونا خوب می میفهمند دانششان فهمشان سبب شده که به مقامات بزرگ برسند یا از دیدشان پنهان نیست روی از این مسائل درنگ کنند بعد با پیدا کردن ظرفیت و توانمندی یک مقدار با خارجی ما ما چانزنی بکنیم تا ام مسیر بر مبنای منافع ملی ما تغییر بتیم در غیر از او ما در مسیر منافع آمریکا و غرب چنان به سرعت میریم که شاید یک تصادم با روسیه صورت بگیره و فردا هم با چین که شاید خدا نخواسته راکبین همه از بین برند خیلی سپاس از شما احمد زکی کنشگر مدنی و آگاه سیاسی و عبدالشکور سالنگی تحلیلگر مسائل جهانی از حضورتون در این بحث و آقای حفیظ الله روزنامه روزنامه‌نگار بعد از سپرده بودند که تا پایان برنامه تشریف نیاوردن و پیمان شکستند و ممنون شما که بیننده این بحث بودید تا ایندم تا درود و دیدار دیگر شب و روز و کام و مراد